راديو حمراء، بفرمايد. الو، بفرمايد خانم. سلام سلام. آقای دکتر، من از ایران زنگ میزنم. بله. میخواستم راجع به این گذشتم یه مقدار صحبت کنم و من الان بفرم. باید چه موضعی بگیرم تو زندگی و اینا، که من دیپلم گرفتم، بعد شاگرد خوبی بودم تو کلاس و اینا، بعد قبول شدم تو تبریز داروسازی، بعد شوهرم نذاشت بخونم، بعد مشکلات مالی فراوان پیدا کردیم و اینا. خواستم ببینم الان من که یه سنی ازم گذشته، الان چی کار باید بکنم؟ شما الان چند سالتونه؟ من حدود اطراف 60. خب هیچ، چی کار میتونید بکنید؟ معمولا دیگه تو این سن و سال که آدم نمیره بله یه دیگه درس. منم همینو میگم. خب بنابراین برخی از اوقات من شما میخوام، آخه نه، شوهرم مشکلات مالی فراوان، میخوام بگم مثلا من باید چیکار کنم؟ باز باش همون شوهرم که نذاشته و اینا، باز زندگی کنم یا نکنم، برم تنها زندگی کنم؟ شما فرزند چی دارین؟ فرزند 5 تا بچه دارم. خب شما چطور میتونید جدا بشید؟ شما یه زندگی ازدواجی کردید که احتمالاً بد و غلط بوده، ولی بعداً تصمیم گرفتید درش بمونید، بعداً 5 تا بچه آوردید. تصمیم نگرفتم، به خاطر بچه ها گفتم که اینا دیگه آواره و سرگردون میشه، ولی همیشه یک حالت نه سر به سر من نگذارید. ببخشید، شب اول عروسی 5 تا بچه تحویل شما دادم؟ اینا بعدن اومدن؟ نه اینا بالاخره دیگه نمیتونستم، یعنی وقتی خب الانم بیشتر نمیتونید. سرکار خانم، اگر شما در 20 سال بیشتر کردم، وضع مالیمون خوب میشه. خب با احساس مشکلی دیگه ندارم به اون صورت. با احساس که شما نمیتونید زندگی کنید. احساس حال شما بعدن یه جایی احساس کردم که بله، مثلا اینا به من نگفته، یعنی من شرط کرده بودم که موقعی که من ازدواج میکنم حتما باید درس بخونم، با کمال میل، هیچ چیزی ندارم، مشکلی ندارم. بعد از عقد گفت تو نمیتونی بری ثبت نام کنی. بعد همینطوری مون، چون جنگ بود و به شدت بمباران و جنگ و اینا، دیگه همینطوری موند و من دیدم این نمیتونه از نظر مالیم ما رو تامین کنه. اون وقت هم دیگه 3 تا بچه اینا بود و بعد به شدت افسرده شدم که چرا مثلا نذاشت و اینا، خودشم نمیتونه، بعد اینطوری مونده. حالا الان احساس میکنم که مثلا بهتر نیست من جدا زندگی کنم، یعنی جدا زندگی کنه، این بهتر نیست. نه. به نظر شما شما در یه جامعه مانند ایران مگر قراره به خاطر اتفاقاتی که ماره 30-40 سال قبل بوده و با هم آمدی تو 5 تا بچه رو جدا زندگی کنی که چی میشه؟ برای این یعنی بچه ها چه میشه؟ این بچه ها ازدواج کردن یا میکنن؟ حرفی هم پدر بوده جدا شدن برای چی؟ برای این که 40 سال قبلشون نذاشتن شما بری درس بخونی؟ الو؟ آخه شما قرار بوده یه نگاهی واقع بینانه و مسئولانه داشته باشید که نداشتید. حالا بردارید. نه من چون 18 سالم بود که زیاد متوجه نشدم. بعد پدرم هم خیلی خیلی با شوهرم هم دست بودن، خیلی میگفتن بیا با هم دیگه نذاریم این بخونه. حالا هم بیا برابر این توطئه‌ای بوده علیه. یعنی شما میتونین همچین چیزی هست تو ایران؟ یعنی این بسیار پدر با شوهر هم دست کاملا برای هر دو تا از یه باورهای به هر حال غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر واقعی برخوردارن. هر دو تا فرضشون بر اینه. دقیقاً شما که دارید اونجا زندگی میکنید میبینید. بارها عرض کردم درست است که ماجرای قوانین و حکومت موضوع و مسئله است، اما مردم ایران چرا به مادرشون، دخترشون، خواهرشون، همسرشون اهمیت ندادن؟ اون رو نفهمیدم هیچ وقت. در حالی که معتقدن آقای دکتر، از یک نفرم پرسیده بودن که به امور دینی خیلی آگاه و ایناست. همیشه به امور دینی آگاهه. به یک آدمی که به امور دینی آگاهه، یعنی یه مرد یا یه زن نادانی که به جای توجه به واقعیت و دنیای امروز و ضرورت زمان و مکان در 500 سال یا 1000 سال قبل زندگی میکنه. این توفهی که عالم است به این مسئله، عالم به چی است؟ به مقدار مطالب پرت و پلایی که برای هیچ کس مفید نبوده الان هم نیست.
و با حکومتی که بر اون اساس درست کردند حتی حداقل های زندگی رو از تأمین مالی یا آزادی یا حرمت انسانی یا برابری یا اخلاق همه اینا رو از بین بردن. حالا به هر حال گذشته، ولی اینکه شما الان بخواید در این سن و سال بخواید یک یا درس بخونید و کار بکنید به خاطر مشکلات ما. ولی خب میگم دوم به جدا صحبت بکنم با یه وکیل نکنید بکنید وکیل جدا بشه که چی بشه. شما الان بچه‌هاتون بزرگترین چند سالشه، کوچکترین چند سالشه؟ بزرگتر 40 سالشه، کوچکترین 25 سالشه. بنابراین شما دیگه بچه ها یا گفتم سر کار رفتن یا زندگی کردن، ازدواج کردن دیگه، شما مادر بزرگ بمونید دیگه. میخوادی حالا یه دفعه حواس جدایی به سرتون نزن در این جدایی تنهایی هم. جدایی یعنی امتیازی نداره که مثلا من با هم زندگی کنیم، آخه باید یه امتیاز باشه زندگی دو تای زندگی کردن آدم بالاخره. فقط چون من شدم پرستار ایشون، 15 سال از من بزرگتره، من شدم پرستار ایشون. پرستاری کنید مثلا برای من هیچ. خب برای پرستاری کنید تا بمیرن دیگه، کارم که رهایی نداری. پس در حال وکیل صحبت نکنم. نه خیر، شما مثل آدمی هستید که سوار هواپیمای عوضی شدید، حالا تو هوا میگید در رو باز کنید و میخوام بپرم پایین برگردم. خب در رو براتون اگه باز کنن خیلی بد میشه. نه دیگه، فکر طلاق و جدایی نکنید، ولش کنید دیگه. حالا که اینجوری شده اونم 40 سال و به اون کارای خانم ببینید به خدا بسپارید، اشکال کار نیست که خدا هم هیچ کار خودش هیچ وقت درست نشد. کدام به هر حال خانواده به اصطلاح زندگی و مذهبی تونست کار خودش رو بکنه؟ هیچی. بنابراین خدا کارا رو به خدا بسپارید، اون کارای خودش هم درست انجام نداده. بنابراین ولی خب به هر حال به کسی نسپاریدش، قبول کنید شده. حالا دیگه چند سباهی باقی مونده، بی خودی با خودتون در جنگ نباشید، مواظب به بچه هاتون و یا نوه هاتون و همسراشون باشید. امیدوارم یک کمی آرامشی پیدا کنید، ولی بی خودی به دنبال جنگیدن و یه مردی که با نادانی و خودخواهی با پدر شما دست به یکی کرده و شما رو در حقیقت از کار انداختند، یه حالا در این سن و سال شما احساس کنید یه ظلم بزرگی به من شده، این احساس رو دارید؟ بدونه این ظلم رو نه، نسبت به همه زنان شده. این بیداد، این ظلم، این تجاوز، این بی انصافی، این بی اخلاقی، این نامهربونی فاجعه تاریخ جهانه و در ایران هم سنگین و شدید. برای که گفتم مادری که حرف بسیاری از مردان اینه که بهترینه، به جمعشون که میرسیم بعد میشن بدترین. این دیگه از اون نتیجه گیری های عجیب و غریبه دیگه. به هر حال در یه جامعه ای که یه چنین تفاوت و تبعیض و نابرابری رو بین زن و مرد قائلن، معلومه همه آسیب میبینن، نه تنها زنان، مردان هم در یه همچین جامعه آسیب میبینن. ولی چه میشه کرد، فهم و درک و شعوری نیست هنوز. این حرفی که خودتون زدی رفتی سراغ یه کسی که خیلی درباره دین میدونه، یعنی هیچی، یه مقدار پرت و پلای نامربوط رو بیشتر از بقیه میدونه و یه دنیایی برای خودش درست کرده که اصلا واقعی و امروزی نیست. برحال نه دیگه، دست از طلاق بردارید فعلا، ببینید که چه میگذره. امیدوارم یه گشایش و خلاصی تو کاراتون پیدا بشه. برحال مواظب خودتون باشید. خیلی ممنون از راهنماییتون. تمنا میکنم، خدا نگهدارتون.